رونمایی مهران مدیری از زندگی ثروتمندانه و فوق لاکچریش. در ادامه مطلب عکسهایی از زندگی لاکچری مهران مدیری مشاهده می‌کنید. مهران مدیری زاده 18 فروردین ماه 1346 است. مهران مدیری در تهران متولد شد. وی کارگردان، هنرپیشه، خواننده، طراح تیتراژ، مجری، طراح صحنه و لباس، مجری طرح، صداپیشه و تهیه کننده ایرانی است. مجله نیوزویک در مقاله مهران مدیری را 20 مرد قدرتمند سال 2009 میلادی در ایران نامید. مهران مدیری با ساخت سریال‌های ماندگاری چون پاورچین، شب‌های برره، مرد هزار چهره، قهوه تلخ، لقب پادشاه طنز ایران را به خود اختصاص داده است. وی در 2 قبل با اجرای برنامه دور همی مجدداً کانون توجهات قرار گرفته و یک تنه توانسته است مخاطب میلیونی برای تلویزیون جذب کند. طوری که علی‌رغم گفته خود مبنی بر عدم حضور در این برنامه، باز هم مدیران شبکه نسیم تاکید به ادامه دار بودن برنامه دور همی دارند. به همان نسبت که مهران مدیری مهم و تأثیر گذار در رسانه ها بوده، حاشیه هایی که در مورد وی مطرح می شود هم خبرساز بوده است. از اظهارات سیاسی وی در دور همی و مشارکت نکردن با برادران قاسم خانی تا جایزه نجومی و ساعت و خودروی گران قیمتش از ازدحام های داغ پیرامون مدیری است. در این میان حاشیه های عجیب غریبی راجع به ساعت و خودروی گران قیمت مهران مدیری در شبکه‌های مجازی به وجود آمد. در ادامه مروری بر چرایی و چگونگی این حواشی داریم. آیا جایزه نجومی مهران مدیری برای دور همی واقعیت داشت؟ مدت‌ها قبل خبری عجیب در خصوص جایزه نجومی مهران مدیری برای برنامه دور همی منتشر شد. سایتی خبری مدعی شده بود میزان درآمد و خرج‌های دقیق برنامه دور همی برای عموم ناظران مشخص نیست. اما مهران مدیری برای اجرای هر قسمت از برنامه دور همی 30 میلیون تومان جایزه دریافت می‌کند که در طول هر ماه معادل 240 میلیون تومان می‌شود. پس از اعلام این خبر، هاشم رضایت، تهیه کننده برنامه تلویزیونی دور همی، در خصوص انتشار شایع درآمد میلیونی مهران مدیری برای اجرا و کارگردانی این برنامه گفته بود: مبلغ 30 میلیونی که این روزها نقل به نقل چرخیده است، کذب محض است و هیچ کدام از افراد گروه بازیگری ما چنین مبلغی را دریافت نمی کنند و هیچ وقت مهران مدیری 30 میلیون تومان دریافت نمی کند و جایزه او کمتر از این حرف ها هست. مهران مدیری در نخستین نشست خبری فیلم جدیدش از ساعت رولکس بهره گیری کرده بود که با مراجعه به سایت رسمی این برند مشهور مشخص شد این ساعت بین 19 تا 34 هزار دلار است و با دقت به قیمت دلار دست کم 60 میلیون تومان قیمت این ساعت خواهد بود. مهران مدیری با ماشین گران قیمت خود در مراسم 7 عارف لرستانی شرکت کرده بود. این بازیگر و کارگردان معروف با خودروی گران قیمت خود که یک دستگاه BMW بود به این مراسم آمده بود که در نهایت همین موضوع حاشیه‌های زیادی برایش ایجاد کرد. به گزارش پارسناز، برای اینکه بهتر درک کنید که مدیری ثروتش را از کجا آورده است، مثالی ساده برای شما می‌زنیم. چند وقت پیش پدرام کریمی، مجری تلویزیون، با حضور در برنامه دور همی گفته بود که دستمزدش برای هر اجرا 5 میلیون است. در واقع 5 میلیون جایزه برای اجرای شخصی که شما هم به احتمال چندان مانند ما این مجری را تا قبل از دور همی نمی شناختید. ما از جایزه اصلی مدیری که طبیعتاً اگر ثروتی هم داشته باشد ناشی از همین درآمد هاست آگاهی دقیقی نداریم. اما آیا واقعاً برای مهران مدیری با آن پیشینه هنری و جذب مخاطب میلیونی برای تلویزیون جایزه بالا چیز عجیبی است؟ وقتی مجری معمولی مانند پدرام کریمی برای هر اجرا 5 میلیون میگیرد، چه مبلغی شایسته شأن و جایگاه مهران مدیری است؟ شما قضاوت کنید. در ادامه این مطلب قصد داریم با دوره کردن مصاحبه فرهاد مدیری، پسر مهران مدیری، کمی از شرایط زندگی خانواده یا هنرمند مدیری آگاه شویم. آدم‌ها را با بچه‌هایشان بهتر می‌شود شناخت، از تربیتی که شدند و حرفایی که می‌زنند. می‌توان اتمسفر داخل خانه‌شان را حد زد.
حالا هم نوبت مهران مدیری است تا او را با پسرش فرهاد بشناسیم. فرهاد که این روزها موزیسین شده و حتی موسیقی کارهای پدر را هم می‌سازد و انتخاب می‌کند. حرفای درباره خلق و خوی پدرش و حتی کارهای که مادرش انجام می‌دهد می‌گوید. این حرفا برای زمانی است که او تازه داشت ریش و سیبیل در می‌آورد و گواهی نامه هم نداشت. با بازخوانی صحبت‌های او کمی بیشتر از خانه و تبار مدیری‌ها سر درآوریم و شما را هم در لذت آن شریک می‌کنیم. فرهاد مدیری متولد 18 اردیبهشت ماه 1370 است. او در هنرستان موسیقی درس خوانده و برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفته است. نه در فرم لباس پوشیدن فرهاد اثری از بچه‌های هنری است و نه در مرتب کردن چهره‌اش. البته همه اینها را خودش انتخاب کرده و پدرش نقشی در انتخاب این فرم لباس پوشیدنش ندارد. حتی می تواند بخندد و تعریف کند که ریش فراوانی داشته و برای آمدن سر گفتگو آنها را اصلاح کرده، چون نمی خواسته عکسش با آن ریش های بلند چاپ شود. او شوخ طبعی را هم از پدرش به ارث برده، اگرچه آن روزها کمتر امکان بروز این توانایی را پیدا می کرد و می گفت همه می گویند پدرم آدم شلوغی است. من به خاطر شرایط خانوادگیم نمی توانستم اینطور باشم. البته آنقدر باهوش بود که گزک دست کسی ندهد و بگوید حضور پدرش همیشه به نفعش تمام می شود و هیچ وقت با او مشکلی نداشته است. به همین خاطر هم بود که گفت به فامیلی مدیری افتخار می کنم، هرچند سختی های زیادی دارد. فرهاد تنها یک بار جلوی دوربین رفته است در برنامه جنگ 77. در آن نقش بچگی پدرش را بازی می کند، از بس به هم شبیه هستند و این را همه می گویند. در پشت صحنه برنامه های پدرش زیاد چرخیده، ولی با این وجود علاقه چندانی به بازیگری ندارد. مشکل رفت و آمد در خانهشان وجود نداشت. فرهاد حتی ممکن است تا ساعت 3 و 4 صبح بیرون باشد، اما حتما خانوادهش می دانند کجاست و چه کار می کند. اما پدر اینطور نیست، یعنی گاهی پیش می آید که خانواده ندانند او کجاست و چه می کند. مهران مدیری برای فرهاد و شهرزاد کادو هم خوب می خرد. به نظر می رسد حواسش به روز تولد بچه هایش هست، ولی آخرین کادوی که تا آن زمان به پسرش داده پول بود. فرهاد خندید و گفت نقدی حساب کرد، اما کادوی برعکس هم وجود دارد. پسر برای پدر معمولا کتاب و سیدی می خرد و وقتی روی قیمت ها اصرار می کردیم و می خواستیم بودجه پول تو جیبیش را حدس بزنیم، می گفت معمولی، پسر بیل گیتس که نیستم. شهرزاد مدیری کوچکترین عضو خانواده مدیری است. آرام و شمرده حرف میزند و سعی میکند که با جوابهای کوتاه این آرامش را به عنوان خصلت ذاتیش به ما معرفی کند. اما برق چشمانش و لحظاتی که با برادرش اختلاف نظر پیدا میکند دستش را رو میکند و معلوم میشود که هوش و نبوغ خانوادگی به همراه آن انرژی ژنتیک به او هم رسیده. به محض ورود به دفتر ما یکی از مجله های شماره گذشته را بر می دارد و با توجه ورق می زند. یکی از عکس های پدرش در سریال مرد 1000 چهره را می بیند و طوری که ما نشنویم به فرهاد می گوید نگاه کن شبیه بقال ها شده و بعد می خندند. دختر مهران مدیری تمام کارهای پدرش را دنبال می کند و جزو مخاطبان اصلی سریال های خنده دار اوست. شهرزاد تمام کارهای مهران مدیری را دیده و از بین آنها شبهای برره را به عنوان برترین کار پدر گزینش می کنند. دختر ظاهرن ساکت و سربزیری که روبروی ما نشسته اعتراف می کند که برخی مواقع مچ پدرش را می گیرد و به دلیل اشتباهات در کارهایش به او تذکر می دهد. سر سریال با مظفر از یکی از قسمت ها خوشم نیامد. به پدرم گفتم و او هم گفت درستش می کنم. شهرزاد مدیری از همین زندگی ساده و پر از دوستی در کنار خانواده‌اش لذت می‌برد. در حال حاضر سرگرم مدرسه موسیقی و نقاشی است و قصد بازیگر شدن هم ندارد. وی می‌گوید اگر پدرم بخواهد برای او بازی می‌کنم، اما هیچ وقت بازیگر نمی‌شوم. همسر مهران مدیری و مادر فرهاد و شهرزاد رشتش هنری بوده و ادبیات. او خانه‌دار است و برای خودش می‌نویسد و هیچ وقت دغدغه انتشار نوشته‌هایش را نداشته. اسم فرهاد را هم مادرش انتخاب کرده
و بعد از آن مهران مدیری زیاد از این اسم در شخصیت‌های تلویزیونیش استفاده کرده است.